سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. تیم ملی فوتسال قرغیزستان در بازی دوم پلی آف صعود به جام جهانی 3-2 ویتنام را شکست داد و حریف افغانستان شد. بازی تیم های افغانستان با قرغیزستان روز یکشنبه ساعت 9:30 قبل از ظهر به وقت کابل در تایلند برگزار می شود. برنده این بازی سهمیه پنجم آسیا در جام جهانی کسب خواهد کرد. کارلو آنچلوتی سرمربی رئال مادرید این فرصت را دارد که به زودی به موفق‌ترین مربی تاریخ این باشگاه تبدیل شود. مدیران بارسلونا با ژاوی سرمربی این تیم درباره گرفتن کارت های سرخ متوالی تذکر دادند. در آخرین بازی موقعه از هفته 29 لیگ برتر انگلیس برایتون و منچستر سیتی به مسافه هم رفتند که این بازی با برتری 4-0 منچستر سیتی به پایان رسید. برایتون در هفته های اخیر لیگ برتر انگلیس عملکرد جالب نداشته است و مشخص است که تیم روبرتو دیزیربی در مقطع پایانی فصل خسته شده است و بازیکنانش نمیتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. آردا گولر هافبک رئال مادرید نمیخواهد در پنجره نقل و انتقالات تابستانی تیمش را ترک کند. مارکوس رشفورد ستاره انگلیسی منچستر یونایتد ادعا کرد که در چند ماه اخیر مورد انتقاد و حمله هواداران این تیم قرار گرفته است و دیگر نمیتواند این وضع را تحمل کند. در هفته ای که گذشت وار و تکنولوژی در فوتبال مثل همیشه خبرساز شد. نبود تکنولوژی ابهام های شدید در ال کلاسیکو ایجاد کرد و از طرف ناتینگهام فورست مدعی شد وار حقش را پایمال کرده است. آیا وجود وار به رشد فوتبال کمک میکند و یا صرفا یک فناوری دست و پاگیر غیر ضروری است؟ قبل از این که بریم به ادامه گزارش، کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید، با دوستانتان شریک سازید و همچنین کامنت های مقبول خود را زیر همین ویدیو بگذارید. آنچلوتی با کسب عنوان قهرمانی در رقابت‌های سوپرجام این فصل فوتبال اسپانیا که در ریاض برگزار شد موفق شد تعداد قهرمانی‌هایش را به 11 برساند و با تعداد جام‌های زین زیدان به عنوان سرمربی رئال مادرید برابری کند. حالا تنها میگل مونویز با 14 قهرمانی بالاتر از آنها قرار گرفته است. با این حال سرمربی ایتالیایی رئال عملاً قهرمانی این تیم در رقابت‌های لالیگا را قطعی کرده و به این ترتیب می‌تواند از زیدان عبور کند و به تنهایی در جایگاه دوم قرار بگیرد. هرچند به نظر می‌رسد سایه اسطوره باشگاه رئال مادرید همیشه بر سر آنچلوتی باقی بماند، چون زیدان شرایط را برای او بسیار دشوار کرد. این مربی فرانسوی تنها کسی است که موفق شده در تاریخ فوتبال اروپا در 3 لیگ قهرمانان اروپای متوالی عنوان قهرمانی را به همراه تیمش به دست آورد. اما آنچلوتی به هیچ وجه در این زمینه هم کوتاه نخواهد آمد. تعداد قهرمانی های او در زمان حضورش روی نیمکت رئال مادرید با توجه به کسب عنوان قهرمانی لالیگا به 12 جام خواهد رسید و اگر بتواند در لیگ قهرمانان این فصل هم عنوان قهرمانی را به دست آورد، تنها یک جام با میگل مونویز فاصله خواهد داشت. او همچنین با کسب 2 عنوان قهرمانی در لالیگا و به دست آوردن جام لیگ قهرمانان اروپا میتواند با رکورد زیدان در زمان حضورش روی نیمکت رئال مادرید برابر شود. در حالی که تعداد قهرمانی ها در لیگ قهرمانان مجموعاً به 5 قهرمانی خواهد رسید، چون پیش از این در سال 2002 و 2007 این افتخار را با میلان هم کسب کرده است. در واقع او در حال حاضر تنها مربی با 4 قهرمانی در لیگ قهرمانان است و زیدان، گواردیولا و پیزلی پشت سرش قرار دارند. از سوی دیگر آنچلوتی در صورت کسب عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ قهرمانان در این فصل میتواند به اولین مربی تاریخ باشگاه رئال مادرید تبدیل شود که 2 بار موفق به ثبت دبل در این باشگاه شده است. او 2 فصل قبل هم موفق شد عنوان قهرمانی لالیگا را برای رئال مادرید برمغان بیاورد و در فینال لیگ قهرمانان در پاریس برابر لیورپول به پیروزی رسید و جام را بالای سر برد. رئال مادرید در طول تاریخ تجربه چندان در کسب دوگانه نداشته است. اولین دوگانه این تیم در فصل 1956-1957 تحت هدایت خوزه ویلونگا به دست آمد و یک سال بعد با لوئیس کارینگلیا این افتخار را تکرار کرد. زیدان هم در سال 2017 موفق به فتح دوگانه شده بود. آنچلوتی حالا این فرصت را دارد که بتواند از رکورد مونویز هم عبور کند. او در دسامبر سال گذشته قراردادش را تا سال 2026 با رئال مادرید تمدید کرد و فصل آینده برای او بسیار خاص خواهد بود تا بتواند قهرمانی بیشتر را با این تیم به دست آورد. مربی ایتالیایی این فرصت را خواهد داشت که به رکورد مربی افسانه‌ای رئال مادرید برسد و به موفق‌ترین سرمربی تاریخ این باشگاه تبدیل شود. ژاوی پس از شکست سنگین برابر ویاریال در این فصل تصمیم گرفته بود که نیمکت بارسلونا در پایان فصل ترک کند و از هدایت این تیم کنار برود، اما با گذشت چند ماه نظرش را در این باره تغییر داد. این مربی جوان در جلسه‌ای که 2 شب پیش به همراه سران بارسلونا داشت به این نتیجه رسید که بهترین تصمیم برای خودش و این تیم این است که با حضورش روی نیمکت تیم ادامه دهد و این خبر روز گذشته در نشست مطبوعاتی با حضور او و خوان لاپورتا به صورت رسمی اعلام شد. با این حال رسانه‌های اسپانیایی مدعی شده بودند که او مخالفان هم در بین اعضای هیئت مدیره و مدیران این باشگاه دارد و حالا اسپورت تیلی خبر داده است که بعض از اعضای هیئت مدیره به صورت جدی به این مربی برای ادامه فصل و فصل آینده هشدار دادند. آنها به ژاوی تذکر دادند که باید رفتارش را روی نیمکت بارسلونا تغییر دهد، چرا که معتقد هستند دریافت کارت‌های سرخ متوالی از سوی سرمربی این تیم به شهرت بارسا ضربه می‌زند و این موضوعی است که باید به صورت جدی از سوی او مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
آردا گولر بازیکن 19 ساله در این فصل لالیگا در 5 بازی به میدان رفته و 1 پاس گل داده است. این هافبک در این فصل به دلیل مصونیت‌های مختلف نتوانست به تیمش کمک کند و به همین دلیل زمزمه‌های درباره رفتنش از رئال مادرید به صورت قرضی شنیده می‌شود. اما به گفته فابریزو رومانو روزنامه‌نگار شایعات درباره تمایل بازیکن ترکیه برای رفتن به تیم دیگر صحت ندارد. پیش از این گزارش شده بود که تعداد از تیم‌های لالیگایی به جذب قرضی گولر علاقه‌مند شدند. رئال مادرید با این بازیکن 19 ساله تا سال 2029 قرارداد امضا کرده است. سبک بازی این بازیکن شبیه مسعود اوزیل است که اتفاقا این بازیکن هم در رئال مادرید روزهای خوب را تجربه کرد. آردا گولر با تنها 19 سال در حال حاضر یک ستاره بزرگ در فوتبال ترکیه است. این هافبک تهاجمی که برای رئال مادرید پیوسته است 51 بازی برای تیم فنرباغچه انجام داد و 9 گل به ثمر رساند و اولین بازی خود را در حالی که 17 سال داشت برای تیم ملی کشورش انجام داد. مارکوس راشفورد تنها یک سایه از خودش در فصل جاری بود. راشفورد در فصل 2022-23 موفق به زدن 30 گل در تمام رقابت‌ها شد، اما در فصل 2023-24 تنها 8 بار موفق به گلزنی شده است. این عملکرد ضعیف باعث شده تا رسانه‌ها و هواداران منچستر یونایتد به انتقاد از او بپردازند و البته خودش نیز حواشی بسیار در خارج زمین به وجود آورد. با نقل از سایت گل، یک هوادار منچستر یونایتد در شبکه اجتماعی ایکس در حمایت از راشفورد نوشت: طوری که با مارکوس راشفورد برخورد می‌شود واقعاً زشت و بی‌رحمانه است. مارکوس راشفورد نیز این توییت را پاسخ داد و نوشت: من از حمایت تو تشکر میکنم. این رفتار ماهاست که با من انجام میشود. دیگر کافی است. همچنین راشفورد چند وقت قبل نیز در مصاحبه با تی پی تی گفته بود: گوش کنید، من انسان کامل نیستم. وقتی مرتکب اشتباه میشوم اولین نفر خودم هستم که به اشتباه هم پی میبرم و میفهمم که باید بهتر شوم. شما هیچ وقت حق ندارید تعهد من نسبت به منچستر یونایتد را زیر سوال ببرید. 7 سال از ورود کمک داوری ویدیویی ویدیو اسیستنت ریفری به فوتبال میگذرد. سیستم امروزه چه خوب و چه بد به طور کامل در تور و پود بازی در سراسر جهان بافته شده است. قبل از سال 2017 فوتبال بسیار ساده‌تر به نظر می آمد. وقت داور تصمیم خود را اعلام می کرد حکم قطعی به حساب می آمد. هواداران می توانستند بدون ترس و وحشت وار بعد از گل‌ها به جشن و پایکوبی بپردازند به آن که دقایق طولانی در انتظار تصمیم قطعی وار باشند. در دوران قبل از وار هواداران برای درک قانون آفساید نیاز به مدرک هندسه نداشتند و مجبور نبودند تقریبا درباره هر تصمیمی که توسط داور گرفته میشد بحث‌های پایان ناپذیر را تحمل کنند. به ما قبولانده شد وار برای جلوگیری از اشتباهاتی که مسیر تاریخ فوتبال را تغییر داده بود وارد شده است. فوتبال در طول ادوار نمونه‌های بی‌شمار از بی‌عدالتی را تجربه کرده است. شاید معروف‌ترین نمونه‌ها یکی از سه گل جف هرست در فینال جام جهانی 1966 و دست خدای دیگو مارادونا در جام جهانی 1966 بود. گرچه اینک با عمر کوتاه وار ناعدالتی‌های بسیار روی داده که طرفداران این سیستم را متحیر کرده است. در هر زمینه هر گونه تغییر همیشه موافقان و مخالفان خود را داشته است. بارها پیش از این بعد از ترجمه و چاپ مناظره‌ای در صدد بودیم که درباره موضوعات داغ روز نظرات فرد مخالف و موافق را در برابر خواننده قرار دهیم. آنچه این روزها در مجلات و روزنامه‌ها و سایت‌ها مرسوم است. شاید برایتان جالب باشد بدانید در ابتدای پیدایش فوتبال تیم‌ها با 7 یا 8 مهاجم در زمین بازی می‌کردند و چیزی به اسم سیستم کنونی وجود نداشت. تغییر، ریسک و استفاده از ایده‌های نوین باعث شد فوتبال چیزی شود که امروز می‌بینیم. ماجرای وار هم همین است. فوتبال نیز مثل انسان رو به تکامل حرکت می کند و استفاده از تکنولوژی بخش مهم از مسیر تکامل است. تصمیم گیرندگان فوتبال سالها با بهانه های احساسات گرایانه مثل کشش شدن روی فوتبال و ماشینی شدن این ورزش با ورود فناوری های مختلف به فوتبال مخالفت کردند. اما این حرکت با سوی مدرن شدن مثل امواج خروشان است که یک سطح چوب نمی تواند جلویش مقاومت کند و استفاده از ابزارهای نوین در هر رشته و زمینه به امر اجتناب ناپذیر تبدیل شده. شاید در آینده‌ای که خیلی هم دور نباشد ممکن است شاید حذف نیروی انسانی در عرصه داوری و ورزش باشیم و به طور کلی انواع هوش مصنوعی بتوانند با دقت کامل تصمیم گیری ها را مو به مو طبق قانون انجام دهند، اما فعلا به آن زمان نرسیده ایم. تا آن زمان برطرف کردن هرچه بیشتر عیب و نقص ابزارها و فناوری ها در کنار استفاده از زبده ترین داوران می تواند اشتباهات فاحش و تعیین کننده را به حداقل برساند. همین ال کلاسیکوی اخیر را ببینید. اگر خاورتباس بهانه ای از استفاده تکنولوژی خط دروازه را به بهانه قیمت بودنش را نمی گرفت، این همه جنجال بر سر توپی که مشخص نشد آندری لونین داخل یا بیرون دروازه گرفته ایجاد نمی شد. تکنولوژی گل لاین می توانست صحنه را در کمتر از یک دقیقه بررسی کند و هیچ بهانه ای هم وجود نمی داشت. گفتن مزایای وار هم تکرار مکررات است، اما به هر حال برای مستند بودن صحبت ها لازم است ذکر شود. 1. افزایش دقت داور در تصمیم گیری و اجرای عدالت. خیلی وقتها داور پس از بازبینی صحنه متوجه اشتباهش شده و تصمیمش را به شکل عادلانه عوض می کند. بسیاری از مواقع نیز وار کمک می کند داور صحنه ای را که از چشمش دور مانده را دوباره ببیند. همین موضوع عدالت بیشتر را در ورزش محبوب ما جاری می کند. علاوه بر این داور در صحنه هایی که مردد است می تواند با داوران اتاق وار مشورت کند تا تصمیم درست تر بگیرد. 2. شفافیت.
در گذشته کلش اشتباهات داوری بخش از بازی است، چون داور هم انسان است و اشتباه میکند وجود داشت و بدون بالش بحث و جدل بخش جدا نشدنی فوتبال بود. حالا تصمیم های درست وار جایی برای اعتراض نمیگذارد، چون هوادار، بازیکن و مربی شفافیت را میبیند. 3. از بین بردن تفسیر شخصی داور. وار کمک میکند تصمیمات داوری یک پاچه‌تر شود و اعمال نفوذ داور بر اساس تفسیرش از هر صحنه کاهش پیدا میکند. این یعنی تمام بازی ها میتوانند با یک استاندارد داوری برگزار شوند. ایراد دیگر که به وار میگیرند این است که معنای شادی پس از گل را از بین میبرد و با باطل شدن گل بازیکن که شادی کرده ممکن است روح کل تیم از هم پاشیده شود. اما آن سوی دیگر سکه را هم ببینید. تیمی که نمیخواهد گل بخورد دروازه‌اش را باز شده میبیند، اما با رد شدن گل از سوی وار آن تیم میتواند شادی همچون تیمی که گل قهرمانی زده را تجربه کند. علاوه بر این همان انتظار در تصمیم نهایی داور خودش سرشار از حس هیجان است، چه برای فوتبالیست و چه برای تماشاگر. فارغ از خطاهای تکنولوژی که همه قابل رفع است، اصلی ترین چالش استفاده از وار صحنه‌های میلیمتری آفساید یا عبور توپ از خط است. اینجا تقابل دو تفکر روانشناختی مختلف را می‌بینیم. اجرای عدالت به هر قیمت و یا مصالحت اندیشی و دلسوزی که هر دو مزایا و معایب دارند. مشخصا مربی و بازیکن به عنوان کسانی که مستقیما از فوتبال منتفع می‌شوند، عدالت را بر دلسوزی ترجیح می‌دهند، چرا که متر و معیار عدالت مشخص است و دلسوزی چیزی است که تفسیر می‌شود. کدام مربی را دیدید کلاً مخالف وار باشد؟ حتما بازی یک چهارم نهایی رئال مادرید و یوونتوس در لیگ قهرمانان 2017-2018 را به یاد دارید. جان لویجی بوفون خشمگین از تصمیم مایکل اولیویر انگلیسی در راستای گرفتن پنالتی برای رئال مادرید در دقیقه 94 جمله عجیب مطرح کرد. من نمیگویم آن صحنه پنالتی نبود، من میگویم در آن دقیقه نباید پنالتی گرفته میشد. اگر وار در آن فصل لیگ قهرمانان وجود می داشت، مشخصا چنین جنجال ها و اظهار نظر های مطرح نمی شد. اگرچه خیلی ها زیبایی های فوتبال را همان عصبانی شدن بوفون و صحنه های دراماتیک آن مسابقه می دانند. درست است که اجرای عدالت خواستنی است، اما نمیتوان انکار کرد که خشکی و ربات گونه شدن در اجرای عدالت وجود دارد. فوتبال با احساساتش زیبا است و اگر این احساسات نبود فوتبال اینقدر زیبا نمیشد. اما در راستای پیشرفت هرچه بیشتر باید به عدالت و شفافیت احترام گذاشت. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.